دوستان با همراهان همیشه یک کانال حسین از ام‌ام‌ای، درود بر شما. از بلگراد سربستان در خدمت شما عزیزان هستم. محل برگزاری مسابقات قهرمانی اوپن زاگرب، اولین دور از رقابت‌های رنکینگ‌دار اتحادیه جهانی کشتی در حال برگزاری هستش. در برابر کشورمون در یک چهارم نهایی متأسفانه به هم خوردن. وزن 74 کیلوگرم حسین عوازری برابر مازنی ما در مقابل یونس امامی، یونس امامی با دوبنده قرمز و عوازری با دوبنده آبی در کشتی میگیرن. در برابر کشورمون حیف شد، کاش در دو طرف جدول بودن و میشد یه فینال باشه این کشتی. خاصی کمکاری میشه برای عبوزری، به روی کاغذ عبوزری شانس کمتری داره. یونس امامی تجربه بین‌المللی بیشتری داره، میدونهای بسیار سنگینتری دیده نسبت به حسین عبوزری، ولی حسین عبوزری هم کاملا قبلا و سرحال نشون داده تو این کشتی های لیگ. از عادل پناهیان و عرفان الهی رو شکست بده. درخواست کمکاری دوم برای حسین عبوزری، ببینیم چه خواهد شد. آیا تاکتیکشون اینه که عبوزری مقدار اول رو بگیره و کشتی رو حفظ کنه یا نه؟ کشتی هم دیگه رو کاملا میشناسن، بارها بارها با هم تمرین کردن تو اردوی تیم ملی. ببینیم یکی از دو کشتی گیر نیمه نهایی راه پیدا خواهد کرد. آروم دارن همدیگر رو محک میزنن. کشتیگیری که بارها بارها با هم تمرین کردن، حالا در مقابل هم قرار میگیرن به عنوان رقیب. یک امتیاز برای امامی ثبت میشه. امامی دستش بهتر داره کار میکنه. اصلیه که سیسان شاکر به پایه نسی و یک برسه امامی جلو میگفته. اصلیه که سعی میکنه عبوزری و عطاشک خارج کنه. ببینیم میتونه عبوزری به تابونه نه دستی دکل سکت حالا پیش بندازه. یونس امامی از اون مرحله مچ و پا رو گرو گرفته، ببینیم میتونه خاک کنه یا نه. بیرون توشک، بله بیرون توشک خاک میکنه. ببینیم دو امتیاز رو میدن حالا به حسین عبوزری، بهتر داره کشتی میگیره. کشتیگیره قبرا و سرحالیه حسین عبوزری که 2 سال پیاپی قهرمان کشور شد، 2002 و 2001. مدال نقره همبستگی کشور اسلامی رو هم تو کارنامه خودش داره. در مقابل یونس امامی قهرمان آسیا، امید های جهان هم یونس مدال برنز بگیره. یونس امامی اما اول کشیگیر کم تجربه مازندران کامیندوکار دوباره یک عقب افتاد. ببین در سریقه دوم چه خواهند کرد. سیسان وقت استراحت فرا میرسه و ببین چه تاکتیکی رو میخوان در نظر بگیرن. علی وفایی پور که نتونست کشتی بگه در وزن 86 کیلوگرم که آماده میکنه و این سمت هم حسین عبوزری. ببینیم چه خواهند کرد دست دقیقه دوم. از داره اینکه به تازی به جنبا پیوستین لطفاً کار رو سابسکرایب کنید و منتظر کشتی های بعدی از داره اون باشید. پیج اینستاگرامی ما حسین نظری می اونجا هم میتونید آخر اخبار و رویدادهای های مربوط به از داره رو پیگیری کنید. ما هم سعی میکنیم ویدیوها رو لینکش رو براتون استوری کنیم که خیلی راحت با کلیپ بر روی لینک وارد یوتیوب بشید و کشتی‌ها رو تماشا کنید. بریم ادامه کشتی. سلیقه دوم آغاز میشه و علیرضا دبیر رئیس فدراسیون کشورمون هم از نزدیک داره کشتی‌ها رو رصد میکنه تا بچه‌ها رو آماده کنن برای المپیک به امید خدا. یه لحظه رو سعی کرد تعادل عبوزری رو به هم بزنه. یونس امامی رو به جلو، یونس امامی رو خارج میکنه. حالا عبوزری یونس امامی رو به یک امتیاز دیگه میگیره، 3-1 بهتر داره کشتی میگیره. حسین عبوزری در مقابل کشتیگیر با تجربه ما، حالا یونس امامی سعی میکنه پیش بندازه. مچ و پا از من گرو گرفته، حالا خواهید میکنه این دوتایی میگیره. چه خوشحالا 3-3 و
با این امتیاز یونس امامی که برنده دیداره. ببینیم ادامه کار به کجا خواهد رسید. یونس امامی قهرمان آسیا در سال 2022، بارز قهرمانی جهان در سال 2019، جام زهر صغیر هم جز طلا بگیره. سال 2022 برنز گیره. در برنز جهان رو دارد کارنامه خودش و همه کلیرک ها کار گفتم یونس امامی به رکاوت برنده دینا خواهد شد. نهی تا به اینجا کار 3-3 و حسین نوزری هم خوب کشتی گرفت. واقعا سه بر یک هم جلو بود، ولی خب امامی به کشتی برگشتن. چه کشتی 3-3 پای پر دارن کشتی میگیرن. ببینیم چه خواهد شد ادامه کشتی. بعد نیدار به نیمه نهایی راه پیدا خواهد کرد. بعد از این هم رحمان به روی توشک میاد. یه لحظه میره برای زیرگیری، دستای پرقدرت یونس امامی رها نکرده هنوز، رو به جلو. یه لحظه میره کنار ابوذری، از توشک خارج کنه و پای ابوذری کاملا از توشک خارج شد. چه کشتی را 4-3 میشه. یک دقیقه زمان داره حسین ابوذری اگر میخواد به نیمه نهایی راه پیدا کنه باید بره برای امتیاز. یونس امامی هم خوب داره اداره میکنه کشتی رو. سرگرده هم دیگه کار میکنن ولی با احتیاط دیگه. ابوذری میاد که ریسک کنه دیگه، هرچی در توان داره رو خواهد کرد. 30 ثانیه زمان در اگر میخواد بکنی رای راه پیدا کنه. کمی سنگینه این اسم امامی. میدونه ابوذری سرگردن رو نباید بالا بیاد. بیاد بالا تن خورده از یونس امامی با تجربه و داور سرپا میده. 24 ثانیه زمان داره ابوذری. ابوذری که خسته تر نشون میده. این پرید سرشاخت هم میاره تو شد. 20 ثانیه زمان داره دیگه، باید بره برای جای فن اگر میخواد مرحله بعد رو پیدا کنه. زیرگیری زیر خم ببین میتونه خواهد کنه یا نه. رو به جلو از توشک هم خارج کنه. بله اینجا از توشک خارج میکنه که امتیاز میگیره. حالا 4-4 پای پای دارن بالا میرن. 12 ثانیه زمان داره. هر دو کشتیگیر کاملا خسته نشون میدن. یونس امامی مطمئنا میاد هرچی در توان داره رو کنه. چه کشتی سنگینی شد. ای پای رو به جلو. از 10 ثانیه رسیدیم. 6 بوس تصدیر کت 2-1 و ابوذری تموم میکنه. خب و ناراحتی یونس امامی واقعا ناراحت. ثانیه های پایانی نمیدونم واقعا ما که نمیتونیم هیچ کدوم رو تشویق کنیم، ولی خب کشتی قشنگی بود. پس نواشید میگیم به هر دو کشتی گیم اویدوان که دیگه این کشتی لذت برده باشیم. بچه ابوذری باش کنه. خب دوستان تا لحظات دیگه بدرو.